با این تصویر شروع میکنم. به این پل نگاه کنین. ببینین که دلتون میخواد یه روز از لیوان چایتون رو بردارید، برید روی این پل، بشینید، بیستید و چایتون رو بنوشید؟ نه؟ یا اینکه بخواید حالا هواتون عوض شه، تصمیم بگیرید که از روی این پل، یعنی پل آذر اصفهان یا حالا پلای مشابهش، پل فردوسی یا بزرگمهر، بخواید قدم بزنید تا حالا هواتون عوض شه؟ میشه؟ اگه من به شما بگم که زیر ظاهر خشک و ساده این پل یک رمز و رازی نهفته است، باور میکنید؟ من فکر نمی کنم که چیزی غیر از پایه های بتونی و آهن زنگ زده و احتمالاً قدری زباله بتونید تجسم کنید که اون زیر باشه. این پل داره به شما میگه که برو، برو برس به کارت. میدونید که مکان، مکانهایی که ما درش زندگی میکنیم، چه مکانهای معمارانه و چه مکانهای طبیعی، یک سیگنالینگ دائمی به مغز ما دارن. بدون اینکه بدونیم دارن پیام مخابره میکنن به مغز ما و چیزهایی دارن به ما میگن. این پل داره میگه برو، فقط از من بیا، عبور کن، برو برس به کارت. اگه به این باور داشته باشیم که همچین پیام دهی هست، این پل که سی‌و‌سه‌پل هست و خیلیاتون میشناسیدش، این چی داره به ما میگه؟ میگه که میتونی بیای از من رد بشی، بری. همینطورم که داری رد میشی، هر بار به این روزنه هایی که پل باز میکنه، منظرهای مختلف به شما نشون میده، میتونی تماشا کنی، یک کمی چپ رو نگاه کنی، یک کمی راست رو نگاه کنی و از این پل رد بشی. در این حال میگه که میتونی بیای و روی سکوهای پل بشینی اگه خسته ای، یا اگه میخوای فقط تماشا کنی مردم رو که دارن میرن میان، میتونی بیای بشینی روی این سکو. اگه هم خیلی عجله نداری، میتونی بیای و از توی گالری های پل یا از توی رواق های پل حرکت کنی، یک کمی بازیگوشانه و ماجراجویانه است، هی بعد خم بشید تا ازش رد بشید. همینطور میگه اگه اصلا جایی نمیخوای بری، میتونی بیای بشینی زیر پل با دوستات، با خانوادت، بشینید گپ بزنید، چاییتون رو بنوشید. همه این فضاها رو باز کرده این پل، داره چیزهای مختلفی میگه. اگه پل اول فقط یک شی بود، برای یک هدف معین ساخته شده بود که کاری غیر از اون انجام نمیداد، این پل یک روایته که داره شیوه های مختلف بودن و رفتن رو به هم وصل میکنه. میبینید این دوتا پل توی فاصله چند صد متری هم دیگه قرار دارن، اما متعلق به دو جهانن، دو جهان کاملا متفاوت. جهان عقل ابزاری و جهان عقل ارتباطی. جهان عقل ابزاری ارزش همه چیز رو به اون هدف عینی و مادی از قبل تعیین شده خودش میدونه و اگه تو به اون رسیدی یعنی ارزش دارد، اگه نرسیدی یعنی ارزش ندارد. جهان ارتباطی ساخته شده که البته هدفمنده، البته قراره که به هدفی برسی، میتونی از اون پل عبور کنی به هر حال و خیلیاتون این کارو کردید،
به قرارتون رسیدید و در این حال قراره که ارتباطات رو گسترده کنه. منظور من از ارتباطات اون ارتباطات کوتاه مدت چند ثانیه‌ای و 50 ثانیه‌ای و این داستانا نیست. اون چیزی که باعث شده که یه اصطلاحی رو به کار میبرن روانکاوا و یکی از فلاسفه این رو استفاده میکنه، میگه عصر ما عصر انزال زودرسه، عصری که مکس نداره، درنگ نداره، دنبال لذت‌های عمیق و گسترده نیست، شتاب داره. برای همین ارتباطات به معنی عمیقش گسترده نمیشه. این همون چیزیه که ایلیچ بهش میگه تولید معکوس، کانتر پروداکشن. یعنی اینکه عصر ارتباطات بیگانگی تولید میکنه، چون ارتباطات رو کم عمق میکنه. عقل ارتباطی علاوه بر هدفمندی به دنبال گسترش ارتباط با خودمون، با دیگران و با هستیه و این چیزیه که میخوایم یه قدر یاد بگیریم از سی‌وسه‌پل، به این دلیل که به شدت بهش نیاز داریم. سخنرانی زیبایی که دوست عزیزی که امروز باشون آشنا شدم منصور خان کردن راجع به افسردگی، این یکی از بزرگترین تهدیدهای ماست که روز به روز داره رشد میکنه. افسردگی یعنی گسستن شبکه معنا. شبکه معنا از درون در ارتباطات درون فردی و همینطور ارتباطات میان فردی. همونطوری که آرش خان اشاره کرد، همین الان هم افسردگی تهدید بزرگیه. همین الان افسردگی به تنهایی بیش از مجموع کشته های ناشی از جنگ، با این همه جنگ هایی که توی رسانه ها میبینید که هست، تروریسم و جنایت ها، از مجموع اینها بیشتر کشته های افسردگی. این غیر از تأثیری که روی کیفیت زندگی، روابط و همه ابعاد زندگی ما میذاره. و این یعنی جایی که عقل ارتباطی، ارتباطات داره رشد میکنه، عقل ارتباطی داره محدودتر میشه، چون همه چیز مثل اون پل اول میمونه. همه چیز برای یک چیز دیگه است، همه چیز قراره تو رو ببره به یه جای دیگه. این رابطه خوب است برای رفتن به رابطه بعدی، این کس خوب است برای رسیدن به کس بعدی، این کار خوب است برای رسیدن به کار بعدی. پلایی که جای درنگ نداره. این که روایت سی‌وسه‌پل چیست و این رو مثل یک روایت دیدن و درک کردن، برای من به طور ناگهانی توی یکی از روزای اوائل فروردین 10-12 سال پیش اتفاق افتاد. داشتم با شتاب از روی سی‌وسه‌پل می رفتم تا برسم به قرارم. باد بهاری هم داشت میوزید و ابرای کوچیکی که توی آسمون بودن به تناوب از جلوی خورشید رد میشدن. یه لحظه توجه من جلب شد به سایه های پل و سایه های اون تاقنماها و تاقیهای پل که چجوری با تغییر نور داشتن تغییر میکردن. مثل یک رشته از اعداد در نظرم اومدن، مثل یک کد. کدی که کد اکنون بود، کد اون لحظه بود، کدی که هیچ وقت دیگه تکرار نمی‌شد. همه ما می‌دونیم که هر لحظه تکرار ناپذیره، هیچ لحظه‌ای نیست که تکرار بشه. اما کم توی زندگیمون اتفاق می‌افته که این رو بفهمیم، یعنی واقعاً تجربهش کنیم، نه اینکه بدونیمش. برای من این یکی از اون لحظه ها بود. یعنی برای یک لحظه اون سایه های پل، آدم ها، چهره ها، گام ها،
همه چیز یک چهره کاملا یگانه و یونیکی به خودش گرفت. چیزی که واقعا هوشیاری انگار توی اون لحظه جوری وقوف پیدا میکنه که زمان میسته. من برای لحظاتی حس کردم انگار پل میخواد با من حرف بزنه. توی اون زمان و حالا بعد که این تجربه رو مرور میکردم، حال شمنهایی که باد و خاک و برکه و درخت باهاشون صحبت میکنن برام ملموس شده بود. معلومه که پل نمیخواست با من صحبت بکنیم. قصدمندی رو برای پل نمیتونیم تصور بکنیم. این ذهن من بود که مجموعه ای از رویدادهای همزمان رو دریافت کرده بود و داشت تلاش میکرد تا یک ارتباط معنیدار بین اینا پیدا بکنه. خیلی کنجکاو شدم. هم راجبه اون که واقعا این حس بود که انگار این میخواد صحبت بکنه، هم این که چرا اینجا این حال این تجربه اینجا اتفاق افتاد نه جای دیگه. هر جایی میشه البته حضور رو تجربه کرد، توی مترو میشه، توی میدون جنگ میشه، توی این آپارتمان های قوطی کبریتی ما میشه، تو هر جایی میشه تجربه کرد. اما همه ما اینو قبول داریم که بعضی از جاها تسهیل میکنه. ما بهش میگیم اونجا با روحه، اونجا جاییه که انگار راحت تر میتونیم خودمون رو ملاقات بکنیم، چون اون سیگنالینگایی که به مغز ما میکنه ما رو با خودمون مرتبط میکنه. این شبکه های اجتماعی ما رو با خودمون مرتبط نمیکنه. میدونید خوبه برای توسعه لایه‌ای از ارتباطات میان فردی، اما حتی اون هم کافی نیست. پس بعد فاصلمون رو حواسمون بهش باشه. به هر حال زمانهای زیادی روی پل قدم زدم، نشستم، تأمل کردم، از منظرهای مختلف نگاهش کردم، مطالعه کردم راجع بهش و هرچی که پیش رفتم شگفتیم بیشتر شد از شبکه بسیار گسترده نمادها، شبکه معنایی پیچیده‌ای که این پل در درون خودش جا داده بود. و اینقدر فروتن پلیه که مثل پل خواجو عناصر تزئینی هم نداره، هیچ عناصر دکوراتیو نداره و خیلی ساده و مونوتون به نظر میرسه توی نگاه اول. من اینجا راجع به نمادشناسی پل صحبت نمی کنم، خیلی بحث مفصلیه، اینو جای دیگه توی کتابم آوردم که کسایی که علاقه دارن به این زمینه میتونن مطالعه کنن. اما اینجا راجع به یکی از رمزهای پل، یعنی عدد 33 که شاید شاخص‌ترین هست و ذهن خیلی‌هایی که میشناختن این پل رو یا توی این شهر زندگی میکنن رو درگیر کرده که خب این چیه؟ چرا 33 و 34 نه؟ چرا 30 نه؟ عدد 33 توی نمادشناسی ایرانی خیلی قدمت داره. از میترائیسم که کهن‌ترین آیینیه که میشناسیم و میگن از ایران برخواسته، در اونجا عدد آناهید یا آناهیت ها به حساب میومده. در دین زرتشت عدد امشاسپندان یا موجودات مینوی و فرشتگان به حساب میومده. همینطور 33 در نمادشناسی مسیحی هم خیلی اهمیت داره، یعنی عدد سالهای عمر مسیح بوده و قابل توجهه که این پل یکی از اصلی ترین کارکردهاش این بوده که شهر قدیم رو به شهر جدید متصل می کرده و بخش بزرگی از شهر جدید در واقع جلفای نو که شهروندان و همشهری های ارمنی مسیحیمون اونجا زندگی می کردن درش سکنا داشتن و دارن. علاوه بر این در همون زمانهایی که این پل ساخته می شده یکی از بزرگترین سندهای مدیریت آبی که توی ایران هست به نام تومار شیخ بهایی تدوین شده که این تا همین چند سال
پیش هم که ما با بی تدبیری زدیم این سند رو خراب کردیم، حیات زنده رود رو حفظ میکرد و مدیریتش میکرد و اون هم زنده رود رو به 33 سهم تقسیم کرده بود. علاوه بر این اگه بیستید و پلو تماشا بکنید فقط بدون هیچ مطالعه‌ای و نمادشناسی قبلی، یکمی که تماشاش بکنید، یک هجابندی و یک تقسیم بندی در اون 33 چشمه پل میبینید که ممکنه شما رو شگفت زده بکنه. دو جا در این پل اصل قرینگی که یکی از اصلهای مهم معماری کلاسیکه به هم خورده. یکی توی تاج پله که به جای اینکه روی چشمه مرکزی یعنی چشمه 17 قرار گرفته باشه، روی چشمه 16 قرار گرفته، و یکی دو جفت برج سنگی شمال و جنوب پل که یکی یعنی یک جفت برج سنگی شمالی 1 رو بین خودش جا داده و جفت برج جنوبی 3 چشمه یا دهانه رو بین خودش جا داده. یا باید این فرضیه رو قبول بکنیم که یه مشکل مهندسی و محاسباتی است که با این همه ظرافت در ساخت و اینکه 400 سال روی پا مونده دیگه. ما میبینیم پروژه های اخیر رو که خیلی هاش به چند سالم نمیکشه، رو پاش نمیمونه. اینو به عنوان یه خطای محاسباتی خیلی فرض بعیدی است که بتونیم قبول بکنیم. پس هر جایی که اصول سازه و اصول کلاسیک معماری به هم میخوره، یعنی یک ضرورت معناشناختی وجود داره، یه ضرورت معناشناختی غلبه کرده بر اونها. و اون معنا چی هست؟ آها آها آها، مرسی مرسی مرسی. آره اینو اصلا یادم رفت بگم. مثلا این اون تصوریه که من از اون اعداد، رشته اعداد گفتم، بعدش این خطو در واقع طراحی کردم روی اون تصوری که اول به وجود اومده بود. و حالا اینو فعلا داشته باشیم. باز اون اسلایدی که گذاشته بودیم نیست، اما میشه تجسم کرد. دوست عزیزم استاد موسوی فریدنی 30 چشمه اول پل رو اینطوری رمزگشایی کرده، چشمه اول تا 30 رو، که این 30 چشمه نماد ماهای 30 روزه پارسیه و با این حساب اون چشمه اول که جدا شده روزیه که منصوب به اهورا مزدا میدونستن و برای همین بهش مزدا روز میگفتن یا هورمزد روز میگفتن، و چون آفریننده بقیه موجوداته و همه چیز از یک خلق میشه و آفریده میشه، این رو از بقیه متمایز کرده. با این حساب اون چشمه 16 که تاج پل روش قرار گرفته میشه معادل چی؟ مهر روز، ها؟ روزی که منصوب به مهر هست. و اگه شما به زیر این چشمه بیایید، به درون این چشمه وارد بشید، نمادهایی میبینید که این نظر رو تایید میکنه. یک حوزه 8 که جز نمادهای مهم معماری مهری است، و همینطور یک گنبدی که روی سر این حوز قرار گرفته و 12 مقرنس گردا گردش هست که نماد مهر و یاران مهر، یعنی 12 ماه سال، و اون اتحاد بین آفتاب و آب که عناصر ضروری حیات در واقع هست و از دیرباز در همه فرهنگ ها مقدس و ارزشمند دونسته می شده. اگه به این باور داشته باشیم که خیلی خوب این رمزگشایی درسته و این
یک جور گاه شمار خیشکاری انسان تلقی می شده. این پل یکی از یک لایه از نمادهاش در واقع اینه. اون وقت اون سه چشمه دیگه ای که از این متمایز شده اون نماد چیه؟ اگه به نمادشناسی که در ایران هنوز هم زنده است و فعاله و داره کار میکنه توی گاه شمار زندگی انسان نگاه بکنیم، متوجه میشیم که این سه چشمه به خوبی میتونه سه روزی که از زمان مرگ تا عبور از چینوت پل که در فرهنگ اسلامی ما بهش گفته میشه چی؟ پل صراط، اون جایی که عبور میکنه از پل. میبینید دقیقاً جایی که از اول پل، شهر قدیم اونجا بوده دیگه، اینجا داره عبور میکنه از پل، دوباره از نماد پل استفاده کرده. این سه روز متعلقه به اون سه روزی توی گاه شمار زندگی انسان به حساب می اومده که سه روز پرس است. یعنی در فرهنگ ما میگیم که دو فرشته از انسان سوال میکنن و در فرهنگ زرتشتی گفته میشه که چی؟ مهر و رشن از پیمانها و کردارهای انسان در طول حیات سوال میکنن، برای همین بهش پرسه گفته میشده، چون پرسیده میشدن آدم ها. و سه روزیه که روح این برزخ رو پشت سر میذاره و برخلاف اون سی روز ادواری، این ادواری نیست، یک بار تکرار میشده که توی یک جور آرکتایپیه که یک جور کهن الگوییه که توی خیلی اسطوره ها هست. سه روزی که یونس در شکم ماهی بود، سه روزی که از مصلوب شدن مسیح تا ظهور دوبارش نزد حواریون گذشت، و خیلی از این سه روزها داریم. ما این سه روز رو هنوز مراسم میگیریم دیگه. قدیم بهش میگفتم مراسم پرسه، روز سوم بعد از مرگ. ما بهش میگیم چی؟ مراسم ختم بهش میگیم. یعنی اونجا که کار برزخ روح به اصطلاح ختم میشه، باور بر اینه که ختم میشه و حالا عبور میکنه میره به جایگاهش. میبینید این پل فقط دو کرانه رود رو به هم وصل نکرده، شهر جدید و قدیم رو فقط به هم وصل نکرده، خیال و کارکرد رو هم به هم وصل کرده. چیزی که شهرهای ما، زندگی ما داره رنج میبره ازش، خیال رو ما حذف کردیم، همه چیز رو به کارکرد محض داریم تبدیل میکنیم. بدون خیال شهر رو میمیرن، بدون ارتباط با ناهوشیارمون که جنسش از خیاله شهر رو میمیرن، روانها افسرده میشن. میبینید که چجوری زمان و بی زمان رو به هم وصل کرده. این نمادشناسی و نمادهای دیگه اصلا تصادفی نبوده. در همون زمان اوج مکتبی بوده که هانری کوربن بهش میگه مکتب فلسفی اصفهان، که با میر داماد و میر فندرسک و شیخ بهایی و اوجش در ملا صدرا شکل گرفته بوده. و تعجبی نداره اگه معمار اون زمان هم با اینها ارتباط داشته و با متفکرای اون زمان دمخور بوده. به معماران پیر راز میگفتن دیگه، بعد راز زندگی رو میدونسته تا میتونسته خانه‌ای برای انسان، برای جسم و روح انسان بسازه. و توی همون زمان فلسفه‌ای که غالب بوده به پیروی از استادانشون مثل ابن سینا و سهروردی، اونها میخواستن از همه منابع حکمت بهره‌مند بشن. یعنی از حکمت اسلامی، حکمت ایرانی و حکمت یونانی همزمان استفاده میکردن و خودشونو از هیچ کدوم از این معارف محروم نمی کردن. یعنی دنبال اون کلمت و سوا بودن، کلمه مشترک به قول قرآن، نه به دنبال فراق، جدا کردن. روح و جانهای انسان امروز نیاز به 33 پل ها داره، پل هایی که بتونن
مثل یک روایت خوب و منسجم ابعاد مختلف زندگی و روح انسان رو به هم پیوند بدن. اگه در این عصر کلان روایت هایی بتونن وجود داشته باشن، کلان روایت هایی نیستن که بقیه روایت ها رو کنار میزنن. کلان روایت هایی هستن که میتونن شامل بشن و میتونن ابعاد درخشان روایت های دیگر رو به درون خودشون راه بدن و منسجم بکنن و پلی بسازن بین خیال و فناوری، بین علم و در واقع اخلاق، اخلاق به معنی گسترده خودش، و همینطور بین معنویت و تفکر انتقادی. ما به همه اینها با هم نیاز داریم، جوری که روی هم سایه نندازن. خیلی ممنونم.